لم یتعصا فعصا، هر کس به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد گناه کرده است. خب این خیلی حدیث سوال برانگیزی است. الان سن امید، اینم جالبه بدانید، به برکت انقلاب اسلامی سن امید به زندگی در زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد 45 سال بوده، الان 75 اعلام شده سن امید. حالا دیگه کی در این سنین عصا در این سن به دست بگیره 40 سالگی؟ خب روی این حدیث یه دقتی بفرمایید. دوم، بعد من نتیجه میگیرم. من بلغ 40 سنه و لن یقلب خیره شره، کسی که به 40 سالگی برسه ولی خیرش بیشتر از شرش نشه، غلبه پیدا نکنه، یقبل الشیطان بین عینه، شیطان بین پیشانیش رو میبوسه و یقول هازا لن یفلح ابدا. برو دیگه، ما رفتیم سراغ جوانا، شیطان همیشه سراغ جوانترها میره. این حدیث به 40 سالگی برسه و غلبه پیدا نکنه خیلی. من حالا چه نتیجه میخوام از این دوتا روایت و 40 سال انقلاب بگیرم؟ یه نکته کوتاه. ما 3 تا زمان داریم: زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده. ما الان رسیدیم به اینجا. من در سنی که انقلاب پیروز شد 16 ساله بودم تقریبا، یعنی همه زیر و بم انقلاب رو تقریبا دیدم. رسیدیم الان به 40 سال گرد انقلاب. نسبت به گذشته ما 2 تا وظیفه و حالت داریم: 1، عبرت. اگر عبرت نگیریم حسرت خواهیم خورد. حسرت مال گذشته است. اگر عبرت نگیریم، عبرت هم مال گذشته است، حسرت خواهیم خورد. بنابراین الان ما در 40 سال انقلاب، همه سخنرانان بعد از من توضیح خواهند داد، من فقط خواستم از این روایت یک نکته برداشت کنم. نسبت به گذشته عبرت، نسبت به آینده هم اگر برنامه ریزی نکنیم نگران خواهیم شد. ما یه نگرانی نسبت به آینده داریم، یه ترس و نگرانی و یه امید داریم. امید یعنی برای آینده است. اگر برنامه ریزی برای آینده نکنیم نگران آینده خواهیم شد.